دیدم یه زنی رو گذاشتن توی یه چیزی مثل تابوت، اووردن کنار زری، مریض بود، اووردن کنار زری گذاشتن رو زمین. گفت اووردن جلوی این تابوت، این زنه دیدم نفس نفس میزنه، یه جوونی هی تو سرش میزد، میگو یا ابو فاضل، من تو عالم فقط همین مادرم رو دارم، هیچ کس ندارم، شفای مادرم از تو بخواد. خودشم نشسته بود، یه وقت دیدم نفس این زن به شماره افتاد، به خرخر افتاد، این جوونه بلند شد با ایستاد گفت یا ابو فاضل، مادرم داره از دستم میره. میگفت یه وقت دیدم نفس حبس شد، بلند شد یا ابو فاضل، مادرم رو شفا بده، به خدا اگه شفا ندی عباس بلند میشم میرم نجف، شکایت تو به بابات علی میکنم. رفتم جلو گفتم جوان مؤدب باش، اینجوری آدم با عباس گفت شیخ چی داری میگی؟ نفس این زن تو سینش بند شد، این جوان دوید از حرم بیرون، میگه دم در وایستاد، برگشت گفت عباس یا ابو فاضل، یادت باشه شفای مادرمو ندادی، دارم میرم نجف شکایتتو به بابات علی بکنم. این شیخ میگه وایستادم ببینم چی میشه، رفت، ساعتی نکشیده بود یه وقت دیدم این زن از تو تابوت تمام قامت بلند شد وایستاد رو به زری، شکران یا ابو فاضل، شکران یا ابو فاضل، شکران یا ابو فاضل. میگه طولی نکشید دیدم جوونم برگشت اما گریه میکنه، گریه میکنه. رفتم جلو گفتم چته جوون؟ عباس که مادر تو شفا داد، چرا داری گریه میکنی؟ گفت شیخ دست برد، داشتم تو بیابون میدویدم و داد میزدم، دیگه کسی به عباس باب الحوائج نگه، عباس باب المراد نیست، عباس باب الحوائج نیست. یه وقت دیدم یه سواری از روبرو اومد به من رسید، گفت جوان کجا میری؟ گفتم دارم میرم نجف. برای چی؟ میرم شکایت عباس رو به باباش علی بکنم، مادر منو شفا نداده. گفت برگرد شکایت عباس رو به باباش علی نکن، عباس مادر تو شفا داد، برگرد. گفتم دیگه رمق برا برگشت ندارم، نفسم بند اومده. گفت پشت مرکب من بشین من میبرم. شیخ پشت مرکبش نشستم، خودم رو جلو حرم عباس دیدم، تا به خودم اومدم دیدم اسب افسارش آزاده، خودش داره حرکت میکنه. خوب که نگاه کردم دیدم این آقا که من پشت مرکبمو نشستم دست در بدن